نیزن نوشته بلاسکو ایبنز ترجمه استاد شجاعدین الدین شفا وینسنت بلاسکو ایبنز یکی از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم اسپانیا و شاید بزرگترین این نویسندگان است وی در سال 1867 متولد شد و دوران جوانی را در مادرید در مکتب یک رمان نویس معروف به نام فرناندز ا گونزالز که او را الکساندر دومای اسپانیا لقب دادن گذرانید. پیش از آنکه تحصیلات خود را تمام کند به جرم افکار انقلابی از دانشگاه مادرید اخراج شد و در سال 1889 بر اثر شرکت در نهزت شورش طلبی اسپانیا به فرانسه پناه برد. چند سال بعد به کشورش بازگشت و مجله مهم ملت ال پبلو را که ارگان نهزت جمهوری خواهان بود تأسیس کرد و نخستین رمانهای های خود به نام گل بهار و آرزوی تارتانا را برای همین مجله نوشت اندکی بعد دوباره ناچار به فرار از اسپانیا شد و با لباس ملاحان به ایتالیا رفت در بازگشت به اسپانیا خود را به ستاد ارتش معرفی کرد و بازداشت شد و در نتیجه محاکمه و محکوم به چهار سال زندان گردید و در 1897 در والنسیا زندانی شد. نه ماه بعد بخشیده شد و سال بعد به نمایندگی مجلس انتخاب گشت. در همین سال بود که کتاب معروف براکا یا سرزمین نفرین شده را که بهترین اثر ادبی نیمه دوم قرن 19 اسپانیا دانسته اند انتشار داد. بلاسکو ایبانز تا سال 1909 در عالم سیاست بود. اما از آن پس از سیاست کناره گرفت و به جهانگردی و فعالیت ادبی پرداخت و محصول این فعالیت ادبی او یکی از عالیترین گنجینه های ادبی زبان اسپانیایی را تشکیل داد وی در آغاز کار رومانویس ملی بسیار بزرگی محسوب می شد اما اندکندک پا از دایره ملی بیرون گذاشت و رومانویس بشری شده یکی از آثار او میدانهای خونین که در ایران به نام خون و شن معروف است به قدری شهرت یافته که تقریبا در تمام دنیا و به تمام زبانها ترجمه شده است مهمترین آثار ادبی وی عبارتند از سونیکای هرجایی گلی و نی کلیسا مشرق زمین خون و میدان مردهها فرمان میدهند و دریای ما میباشد نیزن من هم مثل همه دیوانی را میشناختم زیرا از کولینا تا ساکونته در سراسر منطقه پهناور والنسیا هیچ کس نبود که دیمونی را نشناسد. همیشه به محض اینکه نخستین ناله های نیلبه که او از دور به گوش می رسی بچه ها فریاد زنان از خانه ها بیرون می جستند و زنان از پنجره ها را صدا می زدند تا همه آنها برای شنیدن نقمه نی او جمع شوند. حتی مردان لحظه چند دست از کار می کشیدند تا در سر راه به بیستند و آواز غمانگیز نیلوکش را بشنوند دیمونی مقرورانه از برابر این جمع می گذشت و گونه های خود را تا آنجا که می توانست پرباد می کرد تا بهتر در نیلوک خیش بدمد ولی نگاهش همچنان بدون متوجه بود مثل این بود که عالمی در مقابل خود دارد که فقط او آن را می بیند و احساس می کند این نیلوک برای او همه چیز بود زندگانی امید و نان روزانه او همه در همین یک نی دراز و کثیف خلاصه میشد اصلا دیمونی غیر از این نی هیچ چیز در دنیا نداشت نه مونسی نه هدفی نه آرزویی فقط او بود و نیلوکش و همین هم برای او کافی بود زیرا دیمونی تا آنجا که به یاد داشت هرگز چیز دیگری از زندگی نخواسته بود سالها بود که زندگانی او به همین صورت یک نواخت و ساده میگذشت همیشه با نی خودش از این ده به آن ده و از این شهر به آن شهر میرفت و همه جا نه برای مردم برای دل خودش نی میزد ولی همه جا نیز مردم خیال میکردند او نی میزند تا آنها را خوشحال کند به دو پول و غذا و شراب میدادند و او نیز با بیاعتنایی همه را میگرفت و میگذشت از مدتی پیش زنانی که پیوسته در مسیر او میستادند تا هم نقمه نی وی را بشنوند و هم بهتر مسخرش کنند به کشف بزرگی نائل شده بودند فهمیده بودند که دیمونی زیباست او خودش این را نمیدانست ولی هیکل رشید و چهارشانی پیشانی بلند گیسوان انبوه بینی متناسب و رفتار مردانش بی اختیار بینندگان را به خود جلب میکرد دیمونی همانقدر که زیبا بود شرابخوار هم بود آن هم نه یک شرابخوار عادی دائم الخمر بود چنان دائم الخمر بود که غالبا شهرت میخارگی او اشتهار نوازندگیش را تحت و قرار میداد همه مردم این ناحیه میدانستند که بهتر از دیمونی فلود زنی وجود ندارد و همیشه در جهشت ها و مهمانی های خود به دنبال او میفرستادند ولی حضور دیمونی غالبا گران تمام میشد زیرا از اولین لحظه ورود او میبایست عدهای مراقبش باشند تا پیش از آمدن به مجلس و قبل از پایان آن سری به میخانه نزند حتی در خود مجلس این عده همچنان پیرامون او را میگرفتند تا نگذارند گاهگاه دستی به سوی گیلاس بیازد و به قول خودش گلوی تر کند در این موقع دیمونی انتقام خود را به نوعی خاص میگرفت اگر کشیشی به مجلس می آمد مارش ازا می نواخت اگر یکی از محترمین وارد می شد تصریفی مسخره ساز می کرد هر قدر همو را می زدند با اثر نمی شد همه می گفتن که این پسرک اصلاح ناپذیر است ولی همین روح سرکش و اصلاح ناپذیر او را معبود کودکان این ناحیه کرده بود از که می رفت پسر بچه ها و دختر بچه ها مثل نگین در میانش می گرفتند گاهی که وارد دهکدهی می شد تا به مجلس جشنی رود از دور گیلاس های شراب نشانش میدادند و با اشاره به سوی خود دعوتش می کردند. در این موارد همیشه دیمونی به نشان موافقت چشمکی شیطن و می زد و می گفت وقتی که جشن تمام شد فکر اینکه جشن زودتر تمام شود بزرگترین مایه خوشبختی او بود زیرا تمام شدن مجلس برای او آغاز میخارگی بیحساب بود در این موقع دیمونی فاتحانه به میکده می آمد آن هم نه تنها بلکه چون سرداری که سپاهیانش را در دنبال داشته باشد بزرگ و کوچک پیر و جوان در پی او رو به میخانه می آوردن. زیرا میدانستند که هنر واقعی دیمونی فقط در آنجا در میان خمهای شراب تجلی خواهد کرد در این وقت دیگر نه صندلی به اندازه کافی می ماند تا همه حاضرین بنشینند و نه پیش خدمت تا بتواند برای همه شراب بیاورد غالبا چارزانو یا چنباتمه روی زمین می نشستند و دست به زیر چانه می گذاشتند و با فریاد شراب می تلویدند. در این موقع دیمونی در میان چلیک های شراب با دیدگان برافروخته و کله گرم شده آماده مسخره بازی بود. حاضرین غالبا یک صدا و پیاپی پی می دیمونی برای ما مادر بزرگش و دیمونی به اینکه به روی خود بیاورد با قیافه جدی نیل بکش را بر لبینهات و در آن میدمید و چنان ماهران سخن گفتن دو پیرزن را با زیر و بمها و فاصله ها و ناله های آن تقلید می کرد که خنده ای شدید وحشیانه تمام نشدنی سر تا سر میکده را می گرد. این خنده چنان پر سر صدا بود که از پای های همسایه را بیدار می‌کرد و به شیه کشیدن وامی داشت. آنگاه همه از او می‌خواستند که حرکات سولارد سولارد به اسپانیولی یعنی زن دهامل خمر را تقلید کند. سولارد دخترک ولگردی بود که دائما از زهکدایی به دهکدایی میرفت و دستمال میفروخت و پول آن را شراب میخورد. هیچ کس نمیدانست از کجا آمده و پدر و مادرش کیستند. تنها چیزی که از او میدانستن این بود که همیشه یا در راه بود یا در میکده غالبا هر وقت که دیمونی او را مسخره میکرد سولارد خودش جلو و همه تماشاچیان نشسته بود و بیش از همه میخندید زیرا عقیده داشت که دیمونی حتی بهتر از خود او فریادهای آی دستمال و چانه زدنهایش را با خریداران تقلید میکند ولی همیشه عالیترین نقمه دیمونی آن قسمتی که با روح و قلبش ارتباط داشت هنگامی شنیده میشد که تأثیر الکل او را از خود بی خود می کرد. آن وقت دیگر دیمونی دست از تقلید این آن بر می داشت. خدا اطرافیان خیش و هر چرا که در پیرامون او میگذشت از یاد می و قدم به دنیای دیگر می نهار. دنیایی که در آن همه چیز موزیک و زیبایی بود. این بار دیمونی از گفتگوی گنجشکا از زمزمه جوی باران از صدای برهم خوردن خوشه های گندم از وزش نسیم بهاری از آوای دوردست زنگ کلیسای دهکده از راز و نیاز کبوترهای عاشق سخن میگفت و حاضر این که ناگهان ساکت میشدند بی حرکت و بی صدا بدین آهنگا گوش میدادند غالبا هنگامی که نخستین نسیم بام دادی دیدگان آنها را از هم میگشود همه خود را در صحرای بیرون دهکده در یکی از مزارع سرسبز یا در کنار جویباری خفته مییافتند و این دیمونی بود که آنها را نیزنان به دانجا کشانیده بود بی آنکه خود او و آنها چیزی از این بابت دریافته باشند دیوان این مردم مردم ساده دل و خشن دهکده را بیش از اعیانی که در جشنها به موزیک او گوش میدادند دوست می داشت. زیرا احساس می کرد که فقط اینها معنی درد دل او و ناله سوزناک نی او را می فهمند. فقط اینها حس می کنند او در چه عالمی به سر میبرد برد و چطور با ناله نی غم دل می گوید. در صورت آنها هیچ نمی فهمیدند. نه از زیر و بمها و ریزه کاری های ساز او نه از نگاه پر رؤیا و تیره او نه از احساساتی که در نقمه نی خود منعکس میکرد هیچ کدام از اینها را نمیفهمیدند فقط خیلی اعیان معاوانه سر خود را به علامت تصدیق تکان میدادند و همیشه نیز میپنداشتند که با دادن چند جرع شراب و چند سکه پول مزد او را پرداختند دیمونی از این کسان بیزار بود زیرا از هر چیز که روح نداشت بیزار بود خود او هیچ نداشت ولی روحی حساس داشت علت آن هم که هیچ نداشت این بود که هرچه داشت به بهای باده داده بود پیش از این در شهر بنیکوفار خانه ای داشت که از مادرش به او به ارث رسیده بود یک جفتگاه یک چرخ دستی و چند جریب مزرعه نیز داشت ولی همه اینها را اندک اندک تبدیل به شراب کرده بود گاهی از او میپرسیدند آخر دیمونی چرا کار نمیکنی کار کار برای چه کار فقط برای آنهای خوب است که هیچ کار دیگری ندارند بکنند ولی دیمونی نیلبک خود را داشت و همیشه میتوانست جام شراب خود را نیز داشته باشد برای او زندگی در همین دو چیز خلاصه میشد وقتی که نی و شراب داشت دیگر هیچ چیز کم نداشت جز اینکه شب تا صبح جامهای باده را سر کشد و سرگاهان مست و خراب در گوشه کش زاری یا در کنار جویباری باری نیلپک خود را در زیر سر نهد و به فرو رود دیمونی همیشه به این نیلبک عاشقانه نگاه میکرد زیرا میدانست که تا آن را دارد گرسنه نخواهد ماند هیچ کس نفهمید این پیوستگی چطور رخ داد ولی خواه نخواه میبایست اتفاق بیفتد می و اتفاق افتاد دیمونی و سولار که هر کدام برای خود زندگی میکردند با هم نزدیک شدند و دو زندگانی خود را به هم آمیختند پیش از این ستاری هر کدام از آنها مسیر خود را در آسمان شراب خارگی جداگانه طی کرد. از این بس این دو مسیر به هم پیوست و هر دو شرابخوار راه واحدی در پیش گرفتند زیرا خیلی چیزها بود که آنها را به هم نزدیک می کرد. آن چیزهایی که همه بدبخت ها را به هم نزدیک می کند. نخست این دو دوست هم بودند. سپس عاشق هم شدند. بعد بازو در بازو افکندند. و دیگر یک لحظه هم از هم جدا نشدند. روزها با هم از اینجا بانجا آنجا می رفتند و به کار خود می پرداختند. دیمونی نی میزد و سلارد کالای خیش را میفروخت شبها نیز به میکده میرفتند و هرچه پول در جیب داشتند در پیشخان پیر میفروش میریختند و تا سهرگاهان جامهای بادی خود را به هم میکوفتند و به سلامتی هم بر سر میکشیدند سهر مست و خراب به گوشه ای می رفتند و در زیر آسمان یکدیگر را تنگ در بر می گرفتند. ستاره سرنوشت آنها نیز سرخ رنگ بود زیرا رنگ شراب داشت. به دانها نگاه می کرد و لبخند می زد. چندین بار مردم با آنها گفته بودند آخه چرا با هم ازدواج نمی کنی؟ ازدواج برای چه؟ مگر همینطور که هستن با هم نیستن آها راست است این قانون اجتماعی است که باید حتما رعایت شود ولی آخر قانون که برای آنها وضع نشده آنها به قانون اجتماع چه کار دارند مگر اجتماع به آنها کاری دارد مگر غم آنها رو میخورد مگر هرگز احوالی از ایشان پرسیده یا باری از دوششان برداشته است ازدواج قانون اجتماع است ولی آنها با این اجتماع کاری ندارند همونطور که اجتماع نیز جز وقتی که احتیاج به مسخره ای دارد تا کمی بخندد آنها را به یاد نمی آورد تنها چیزی که برای این دو مهم بود این بود که یکدیگر را خیلی دوست داشته باشند یک چیز دیگر هم اهمیت داشت و انداشتن لقمه نانی در روز و خم شرابی در شب بود دیوانی از هنگام پیوستگی با سولارد به کلی عوض شده بود دیگران موجود بیخیال و آسوده نبود که در دنیا فقط به نی و باده دل بسته باشد در مقابل او تازه و آسمانهایی تازه گشوده شده بود هیجانهای بی سابقه ای در روح خیش احساس میکرد مثل کسی که ناگان به خانه پریان سر زده باشد از شوق و حیرت لبریز بود بیست و هشت سال بود به زندگانی یک نواخت و ساده خود خو گرفته بود ولی حالا دیگر این یک نواختی و سادگی برای او خاطره بیش نبود دیگر نمی همان شرابخار بی و برهنه خوشحال باشد برهنه بود ولی خوشحال نبود یک هیجان مبهم یک نشاط خاص ولی در دالود یک شوق مرموز که هم لذت میبخشید و هم رنج میداد بر روح او حکومت می کرد وقتی که مست و خراب سولارد را در بر می به یاد شمهای مومی کلیسا می افتاد که شعله آتش نخست به دنها حرارت میبخشد و سپس قطره قطره آنها را آب می کند دیمونی حس می کرد که او نیز در بازوان سولارد در زن شراب بدبخت و زشت رو که از هیجان عشق به سرحد جنون رسیده بود و دیمونی او را از پس پرده مستی زیبا می دید چون شمعی آب می شود. سعادت این دو محبت و هیجان آنها به حدی بود که غالبا در وسط کوچه و خیابان نیز با سادگی سگهای ولگرد یکدیگر را نوازش می کردن. فقط با امدادن روزهای یک شنبه و روزهای جشن و تعطیل بود که صدای خنده و مسخره مردم آرامش آنها را برهم هم زد. زیرا آنهایی که صبحگاهان برای اجرای آیین مذهبی به صحرا می آمدن، این دو را در کنار هم خفته می دیدن و دیگران را با اشاره برای تماشای این منظره خنده آور دعوت می کردن. در این مواقع این دو متعجب و ناراحت از جای بر می و شتابان به سوی دیگر می گریفتن. شراب و عشق به مزاج دیمونی سازگار شده بود نیزن روز به روز شاختر و شکیلتر میشد و لباسهایش برخلاف همیشه تمیز و مرتب بود به عکس سولار پیوسته لاغر و ضعیف میشد و چون وقت او فقط به مصرف زیبا کردن و آراستن دیمونی می رسید لباسهای خودش همیشه کثیف و پاره بود سولار دیگر به هیچ قیمت از دیمونی جدا نمیشد زیرا نمی این جوان زیبا را به حال خیش رها کنند سابقا فقط در رفت آمدها و مهمانی ها همراه دیمونی بود ولی تدریجا حتی در روزهای یک شنبه و تعطیلات مذهبی در کلیسا نیز دوش به دوش دیمونی میرفت معمولا مردها چندان اهمیتی به این موضوع نمیدادند ولی زنان هر باره با خشم و اعتراض به دو مینیگریستند بیان که سولارد به این نگاه های مالود توجهی داشته باشد وقتی که اندک اندک معلوم شد که سولارد آبستن است مردم شکم خود را گرفتند و به قهقه خندیدند ولی در کلیسا این منظره دیگر بسیار زننده بود مردان در این مورد غالبا به هم چشمک میزدند و تبسم میکردند ولی زنان نجیبه از فرط خشم لبهای خود را میگزیدند چند بار کشیش به دیمونی گفته بود که این وضع شکوه و جلال روحانی کلیسا را بر هم زند ولی دیمونی نمیفهمید چرا دیگران به او اعتراض میکنند او خودش از کار خودش بسیار راضی بود و هرقدر فکر میکرد نمیتوانست دریابد که چه عمل بدی مرتکب شده است او نه دروغ گفته بود نه به کسی آزار رسانده بود نه مال کسی را برده بود اگر آبستن بودن بد است پس چرا خیلی از این خانه های متمول و اعیان با شکم برآمده در بازار و خیابان و حتی کلیسا دیده می کشیش چندین بار او را به کناری برده و مانند آنکه با گناهکار خطرناکی صحبت کند با قیافه جدی ولی لحن پدرانه گفته بود آخر پسر جان چرا با او ازدواج نمیکنی حالا که این زن با این سماجت حتی در کلیسا نیز همراه توست لااقل با او رسما ازدواج کن چرا این کار را نمیکنی من خودم اوراق لازم را برای تهیه خواهم کرد دیمونی همیشه جواب موافق میداد ولی این پیشنهاد او را راضی نمیکرد زیرا میترسید بیشتر مورد تمسخر دیگران قرار گیرد میدانست که مردم منتظرند تا هر کار تازه او را موضوعی برای خنده و استهزا قرار دهند اما دیمانی دیگر نمیخواست بهانه تازهی به دست آنها بدهد با خود میگفت کشش مهمل میگوید همینطور که حس خیلی خوب است بالاخره در مقابل مقاومت سماجتامیز او دیگران تسلیم شدند کسانی که از دعوت دیمونی سر باز زده بودند تا او را با سولارد همراه نبینند دوباره او را به مهمانی های خود خواندند زیرا دیمونی هم بهترین نوازنده این ناحیه بود و هم کمتر از همه پول می منتها از آن پس دیگر احترامات پیشین در مورد او مرعی نشد دیگر او را بر سر میز کت خدا ننشاندند دیگر بدون نان و آب مقدس ندادند روزهای یکشنبه نیز ورود به کلیسا را برای جفت ملعون و گناهکار ممنوع کردند ولی دخترک مادر نشد وقتی که انگام وضع حمل او فرارسید، رسید ثمره بدبخت عشق این دو ای خاره را قطع قطع از درون او بیرون کشیدند و در دنبال این جنین بیرو مادر ریزجان سپرد بی سر و صدا و آرام مثل شعله شمع نیم سوخته ای در برابر نسیم خاموش شد. وقت رفتن نیز بانند وقت آمدن گمنام بود. تنها کسی که شاهد مرگ او بود دیمونی بود. ولی دیمونی تا آخر نفهمید که او مرده یا در خواب رفته است. زیرا مرگ او احتظار و تشندجی همراه نداشت. درست مثل وقتی بود که بطری شراب به پایان می رسید و دیدگان دخترک از مستی بسته می شد. فردای آن روز همه از این ماجرا آگاه شدند زنان و کودکان هنگام عبور از کوچه و بازار راه خود را کج کردند تا از پس نرده های خانه مخروبه ای جسد سولارد را که در تابوت مخصوص بینوایان دراز کشیده بود نبینند بالای این جسد دیمونی چهارزانو بر زمین نشسته بود و مثل گاوی که تبر بر گردنش نهاده باشند فریاد میکشید ولی هیچ کس از مردم دهکده بدین خانه داخل نشد و به دیمونی تصریحت نگفت. در مراسم تدفین او فقط شش نفر از میخاران شهر که همه همچون خود نیزن تیر روز و بیچاره بودند حضور یافتند. تن از گدایان کنار جاده و گورکن شهر بنیکوفار نیز در این کاروان قمنگی شرکت شستند. تمام شب را این عده بالای تابوت مرد شب زنده داری کردند. هر دو ساعت یک بار یکی از آنان تلو تلو خوران از جای بر میخواست و در میکده همسایی را میکوفت تا چلی که شراب خالی را پر کند و به میان جمع باز آورد. انگامی که آفتاب از شکاف سقف به درون اتاق آمد تا در این جمع بی خانمان شرکت کند همه آنها را در اطراف تابوت در خواب یافت. درست مثل صبح های دوشنبه هنگامی که پس از میخارگی جنون آمیز روزهای تعطیل هر کدام از آنها در گوشه ای نقش زمین بودند میخارگان از شعاع آفتاب بیدار شدند و بی مقدمه و با صدای بلند به گریستن برداختند چقدر وضع آنها شبیه هر روز بود ولی دخترک در میان آنها نبود در تابوت مخصوص بینوایان بود آرام و راحت خفته بود اما دیگر نمیتوانست برخیزد و میان آنها بنشیند میخاران به قدری گریستند که انگامی که تابوت را بر دوش گرفتند تا به سوی گورستان برند هنوز گریه سر و پایشان را تکان میداد مردم در دو طرف راه آنها جمع شده بودند و از دور مراسم تشکی جنازه را نظاره میکردند خانمهای محترمه از دیدن این منظره بی به قه قهقه می و مشایعین تابوت را به هم نشان میدادند دوستان دیمونی تلو تلو خوران تابوت را بر دوش های خود می بردند و حرکات غیر ارادی آنها اثر پست و بلند جاده را شدید تر می کرد. دیمونی دورا دور سر به زیر کنده بود و راه می رفت و همچنان نیلبک خود را در زیر بازو داشت. کودکان که وسیله تفریح به دست آورده بودند در جلو تابوت جست و و چون از طرف بزرگترها اعتراضی نمیدیدند بر مسخره بازی خود میافزودند مردها نیز همه می‌خندیدند و بعضی از آنها میگفتند که اصولا داستان وضع حمل دخترک ساختگی بوده و سلارت از شراب خاری جان سپرده است و این عشقای سوزان دیمانی نیز اشکایی است که او از فکر تنهایی شبهای میخارگی خود میریزد وقتی که دیمونی از گورستان بیرون آمد رفقای او همچنان با او همراه بودند و همه با هم به طرف میخانه رفتند دیمونی با دستهایی که به خاک گور آلوده بود پیاپی چند جام بر سر کشید و از آنجا به طرف گورستان رفت آن روز تا غروب دیمونی ساکت و آرام روی خاک تازه گور نشسته بود از آن روز به بعد زندگانی نیزن به کلی عوض شد دیگر به مهمانی ها و جشنهایی که او را دعوت میکردند نرفت دیگر در کوچه و خیابان برای رهگذران نی نزد و مسخره بازی نکرد دیگر در میکده تقلید این و آن را در نیاورد دیگر در کلیسا نیز برای موزیک مذهبی روزهای یکشنبه حاضر نشد فقط در کلب خرابهای که سولار در آن جان سپرده بود در به روی خود بست و روزها و شبها یک که و تنها در آن ماند گاهی به تو توصیه میکردند که کار کند ولی کار به چه درد میخورد دیمونی سابقا معتقد بود که کار مال آدم های بیکار است ولی حالا دیگر عقیده داشت که کار فقط مال احمق مال آنهایی است که نمیفهمند زندگی به درد سرش نمی ارزد. شاید پیش از این رؤیاهای های مستانه خیش پنداشته بود که به زدی سولارد برای او فرزندی خواهد آورد و روزی او هنگام نیزدن دست دیمونی کوچولوی را در دست خواهد داشت. ولی حالا دیگر او تنها بود. برای مدت کوتاهی خوشبختی را شناخته بود اما نتیجه این شناسایی این شده بود که اکنون بیشتر رنج میبرد. اگر عشق را نشناخته بود قطعا حالا این غم مرگ بار عشق از دست رفته را نیز احساس نمی کرد پیش از آنکه با سولارد آشنا شود نه عشق را می شناخت و نه غم را این زن برای او عشق آورد و طبعا نیست غم آورد برای اینکه عشق بیغم وجود ندارد دیمونی هرقدر بیشتر رنج میکشید بیشتر به جام می پناه می برد. برای او دیگر میخارگی تفریحی نبود یکی از اصول زندگانی بود مثل این بود که جام شرابی که بر سر می کشد پیام عشق و وفاداری است که به محبوبه خود میفرستد شبها دیمونی آنقدر باده می خود. که وقتی به کلبه خود می آمد دیگر سر از پا نمی زیرا عمدن میخواست که نفهمد که این کلبه پیش از این خانه عشق او بوده و در آن دستی از روی محبت به گردن او حلقه می شده است. دستی که لاغر سیاه و استخانی بود ولی در رگهای آن محبت دور می زد. دیمونی مثل جغد روزا را در گوشه ای اتاق تاریک خود به سر می بود. آنقدر به کنج اتاق می خزید که دیگر کمترین اثری از نور خورشید احساس نمی کرد. زیرا این نور که برای دیگران مظهر زندگی و امید بود نه فقط برای او مفهومی نداشت بلکه او را آزار میداد شب که میشد دیمونی از کلبه خود خارج میشد و آهسته و بی صدا مثل دزدی از دهکده بیرون میرفت از شکاف دیوار وارد گورستان میشد و از سنگی به سنگ دیگر میجست تا در نقطه ای از گورستان در کنار چند بوته ی گل وحشی کمیش پروانه های سفید در پیرامون آنها پرواز می‌کردند. بنشیند اینجا گور سولارد بود نیمه شب رهگذرانی که دیرتر از همه به دهکده باز میگشتند از صدای نی غمانگیز و پایان ناپذیری که گویی از درون گورها برمیخواست وحشت میکردند بعضی از آنها با سرعت قدم میافزودند و برخی برای اینکه به نگرانی خود پایان بخشند فریاد می زدم دیمونی تو هستی کسی به ها جواب نمیداد ولی صدای نی خاموش میشد آن وقت این مردم خرافاتی که فقط حرف میزدند تا ترس خود را فرو نشانند به شتاب از آنجا میگریختند وقتی که صدای های آنها خاموش میشد دوباره ناله نی بر میخواست ناله سوزناک و افسرده مثل ناله های کودکی که مادرش را از دور بتلبد دیمونی تا سرگاه نی می زد در سکوت عمیق و قمنگیز شب گاه صدای ناله های نی او تا دهکده نیز می رسید. در این موقع زنان آهست لحاف را روی کودکان خود می کشیدند تا این ناله مرگ و بدبختی به گوش آنان نرسد. انگام صبح نیزن از جای بر می خواست. نی خود را زیر بغل می گذاشت و آرام و خاموش به دهکده باز می گشت. کسانی که سپیده دم از خانه بیرون می آمدن او را می دیدند و گاهی بر سینه خیش سلیب می کشیدند. ولی او غالبا متوجه آنها نبود گویی در عالمی به سر می برد که هیچ کس دیگر در آن راهی ندارد از آن وقت دیگر هیچ کس تا اینگاه گه نخستین ستارگان شب در آسمان نمودار می شدند او را نمیدید. من هم مثل همه دیمونی نیزن والنسیا را می شناختم. او جوانی مانند دیگران بود حتی از خیلی ها زیباتر و خوشهیکلتر بود ولی زندگانی او مثل همه نبود دروغ نمی گفت ظاهر فریبی نمی اهل ریا نبود از مقررات و قیود اجتماعی نیز چیزی نمیفهمید. هر وقت دلش میخواست خواست میزد، هر وقت نمی خواست خاموش می شد. چیزی از کسی نمیخواست، زیرا به چیزی احتیاج نداشت یک روز عاشق شد مثل همه عاشق شد اما همه او را مسخره کردند یک روز دیگر معشوقش مرد او نیز مثل همه بر مرگ محبوب گریست ولی باز هم همه او را مسخره کردند زیرا اون مثل همه زندگی نمیکرد آنطوری بود که بود ولی آنطوری نبود که باید خود را نشان دهد با این همه او قلبی پاک و حساس داشت از کسی گلمند نبود حتی نسبت به دنهایی که او را مسخره میکردند کینهای در دل نداشت قلب او آنقدر از عشق و از غم لبریز بود که دیگر کینه در آن جایی نمیافت دیمانی مثل همه بیچارگان بود کمتر از دیگران از مال دنیا بهرهمند بود ولی کمتر از دیگران دل نداشت کمتر از دیگران هم غم نداشت پایان